سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من جواب هستم و خوش اومدید به ویدیوی دیگه. بچه ها امروز یه این ویدیو قراره با هم دیگه بریم و یه بازی جدید بهتون معرفی کنم که اصلا حداقل برداشت نداره. یعنی مثلا اگه شما 5 دقیقه 10 دقیقه هم توی این بازی فعالیت کنید، درآمدتون رو میتونید برداشت بزنید. و خوبی دیگه ای که بچه ها این بازی داره اینه که به کیف پول ZBD وصله، که قبلا توی یه ویدیو بهتون معرفیش کرده بودم. درآمدتون میتونید انتقال بدید به ZBD و با امتیازایی که از خود ZBD جمع کردید با هم دیگه جمع کنید و گیفت کارت برداشت بزنید. و بچه ها حتی میتونید ساتوشیایی که جمع میکنید و به حامد مستقیم بفروشید. در ادامه ویدیو کامل توضیحات مربوط به نقد کردن درآمدتون هم بهتون میدم. پس ویدیو رو بچه ها حتما با دقت و تا انتهاش تماشا کنید. ویدیو خیلی مفیدیه و درآمد تقریبا خوب میتونید داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. ویدیو رو حتما برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید که اونم از ویدیو استفاده کنن. بدون حرف اضافه دیگه ای بزنید بریم سراغش. بچه‌ها من توی کامنت‌های ویدیوی مربوط به ZBD خیلی دیدم مشکل داشتید با بخش پلی تایمش. این بازی مشکل پلی تایم برنامه ZBD هم واسهتون برطرف می‌کنه که در ادامه ویدیو کامل بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها بازی که امروز توی این ویدیو می‌خوام بهتون معرفی کنم بازی بالز کینگ، گایکونش به این شکله. لینک دانلودش رو توی کانال تلگرام براتون می‌ذارم. و بچه‌ها درآمدتون رو به صورت مستقیم می‌تونید به کیف پول ZBD برداشت بزنید. همونطور که میبینید من نزدیک 11000 تا ساتوشی توی ZBD دارم که معادل 3 دلاره. در ادامه میریم توی این بازی فعالیت میکنیم و برداشت میزنیم به ZBD و بهتون کامل نشون میدم و بعدم بهتون میگم چجوری میتونید درآمدتون رو نقد کنید. همونطور که دیدید بچه وارد بازی بالز کینگ شدم و اینجا باید اکسپت رو انتخاب کنم که انتخاب میکنم که وارد بازی بشه. نیاز به هیچ ثبت نامی نداره و هیچی هم ازتون نمیخواد. خب بچه ها این محیط اصلی این بازیه که همون اول یه دیلی بونس واسهتون میاره که یکی از اینا اگه انتخاب کنید یه جایزه بهتون میده. همونطور که دید به من یه زپر داد که توی بازی استفاده میشه. همونطور که میبینید ساتوشی هم داشت بین اینا که من زپره رو انتخاب کردم. خب بچه ها درآمدتون رو میتونید به صورت ساتوشی برداشت بدن. از قسمت بالا سمت راست اگه روی اون علامت بیت کوین بزنید میادتون توی این صفحه و اینجا درآمدتون رو میتونید ببینید و میتونید به صورت مستقیم همونطور که میبینید به ZBD برداشت بزنید که در ادامه ویدیو بهتون میگم از چه راهی میتونید توی این بازی ساتوشی جمع کنید. راهی متفاوتی داره. اون بالا چند تا بخش دیگه هم هست که کاری باشون نداریم. یکی از بهترین بخشای این بازی بچه ها این بخشه که در ادامه میام و بهتون نشون میدم. مشکل پلی تایم ZBD هم همین بخش حل میکنه واسهتون که در ادامه همونطور گفتم میام کامل این بخش و توضیحاتش رو بهتون میدم. فعلا نو تنکس رو میزنم. اینجا بچه ها یه بخش اسپین هم داره که با ایدن تبلیغ میذاره یه گردونه به چرخونید که الان من میچرخونم که پیشنهاد نمیکنم شما این کار انجام بدید چون یه تبلیغ 30 ثانیه‌ای واسهتون میاره و در ازاش کلا بهتون 3 تا دونه ساتوشی میده که الان در ادامه بهتون نشون میدم. من 10 بارم این کار انجام دادم روی همون 3 وایس، روی اون مقدارهای دیگرش نیدم وایس. اینجا تبلیغ رو میبینم که اجازه چرخوندن گردونه رو بهم بده و بهتون نشون بدم که بیشتر موقع روی سه وای میسه. همونطور که دید بچه ها احتمال این که روی سه وایسه خیلی بیشتره و نزدیک 6 تا ساتوشی به من داد. نمیدونم چرا دو برابر بهم داد ولی من پیشنهاد نمیکنم در کل از این بخش استفاده کنید. خب بچه ها بریم سراغ بازی اصلی و توضیحات بازی رو بهتون بدم. اینجا پلی رو میزنم که وارد بازی بشه. بازیش بچه ها این بازی است که مطمئنا خیلیاتون قبلا بازیش کردید. این بازی رو توی پلتفرم‌های دیگه، نه اینکه همین بازی بالز کینگ رو بازی کرده باشید. بچه ها توی این بازی الان به این روشی که بهتون میگم میتونید ساتوشی جمع کنید. باید این مرحله رو بازی کنید. نزدیک 2-3 هزار تا مرحله داره و به این زودی ها تمام نمیشه. هر 2-3 تا مرحله بچه بذارید مرحله 2 رو تموم کنم. میبینید توی مرحله بعدی معمولا توی مرحله 3 بهتون ساتوشی میده. توی مرحله تصادفی بهتون ساتوشی میده. نکنید بچه ها الان اینجا یه دونه گاف صندوق واسه من آورده که اگه اون گاف صندوق رو بزنم بهم ساتوشی میده. دید بچه ها یه مقدار ساتوشی به من داد و بعضی موقع اینو میاره که میگه تبلیغ ببینید که سرعت ساتوشی گرفتنتون بیشتر بشه، که من پیشنهاد میکنم تبلیغش رو ببینید. ولی الان چون دارم ویدیو میگیرم من نو تنکس رو میزنم که تبلیغ واسم نیاره. بعضی از محلاش هم بچه ها مثل این محله، من یه محله رو رد کردم که هیچی نمیداد اون محله.
علامت ساتوشی واسهتون میاره، علامت بیت کوین اینجا روی بعضی از اینا واسهتون میاره که وقتی اونو بزنید یه مقدار ساتوشی آخر مرحله تون میده. الان 16 تا ساتوشی داشتم، دید بچه‌ها 3 تا ساتوشی واسه زدن اون بلوکه که علامت ساتوشی روش بود بهم داد که همینجوری هر چی ادامه بدید میتونید مقدار بیشتری ساتوشی بگیرید. بین بعضی از مرحله هاش هم بهتون تبلیغ نشون میده که دیگه من فعلا بازی نمی کنم، آموزش بازیشو بهتون دادم. ولی بچه‌ها دلیل اصلی که خواستم این بازی رو بهتون معرفی کنم و در ادامه بهتون میگم، این بازی خیلی زیاد بهتون ساتوشی نمیده، ولی الان در ادامه بهتون میگم چجوری میتونید مقدار زیادی ساتوشی سریعتر بگیرید. این بالا بچه‌ها دو تا گاف صندوق هم داره که وقتی این گاف صندوقا رو به اون هدفایی که گفته برسونید باز میشه و یه مقدار ساتوشی هم میتونید از طریق این گاف صندوقا بگیرید. این پایین هم بچه چند تا بخش متفاوت داره، یه بخش شاپ داره اینجا که اصلا کاری باش نداریم، میتونید با دیدن تبلیغ یه سری چیزا بگیرید. اینجا هم بخش رنکینگشه که میتونید اینجا یه اسم واسه خودتون انتخاب کنید و وارد بخش رنکینگ بشید. همونطور که میبینید بچه نفر اول 22000 تا مرحله رفته توی این بازی، نفرهای برتر رو اینجا میبینید، من کلن 7 تا مرحله رفتم همونطور که اون پایین میبینید که کاری با بخش رنکینگش نداریم. این پایین بخش تنظیمات هم داره که میتونید از اینجا ولتتون رو تغییر بدید و تلگرام و دیسکوردشون رو ببینید. و بچه ها بریم سراغ بخش اصلی این بازی که مقدار خیلی زیادی میتونید باش ساتوشی بگیرید. توی یه ساعت نزدیک 3-4000 تا ساتوشی و مخصوصا توی این یکی دو روزی که تخفیف گذاشته میتونید خیلی راحت بگیرید. اینجا باید این بخش رو انتخاب کنید و بعد یه اجازه دسترسی ازتون میخواد که من اینجا میام و اجازه دسترسی رو بهش میدم و بعد برمیگردم. و اینجا بچه ها معمولا یکی دو تا بازی دفعه اول واسهتون میاره. این تخفیف هم که بهتون گفتم بچه ها، این تخفیفه، این آفره که همونطور که امید گفته بین 26 تا 28 این ماه میلادی مقدار جایزه‌اش دو برابر شده که الان بهتون نشون میدم. همونطور گفتم بچه معمولا یکی دو تا بازی اون اول واسهتون میاره، اونا رو نصب کنین، تعداد بازی‌های بیشتری توی این صفحه واسهتون میاره که همونطور که امید واسه من همین اول 3-4 تا بازی آورده. و بچه سعی کنید با آی پی آی مختلف برید توی این بخش، همتون با مای موبایل نید، به کشور زیاد حساس نیست، با آی پی آی کشورهای مختلف میتونید بیاین اینجا ساتوشی جمع کنید. سعی کنید همتون با مای موبایل نید، چون ای آی پی او اگه زیاد تشخیص بده تعداد زیادی دارن باش میان بنش میکنه. بعضی موقع با آی پی ایران هم بیاین واسه تون حتی بازی میاره این بخش، من تستش کردم در حالت عادی بچه اگه بود میومدم اینو نصب میکردم که واسه هر دقیقه 62 تا ساتوشی بهم میده همونطور که میبینید. ولی من این بازی پایینیشو بچه بیشتر دوست دارم، این بازی مکعبیه، اون بالاییه بازی نیست، میتونید برین توش اصلا هیچ کاری نکنید و بیاین ساتوشی ها رو بگیرید. ولی این پایینه رو بچه من بیشتر دوست دارم، هر دقیقه 16 تا ساتوشی میده همونطور که میبینید که هرچی بریم جلوتر کمتر میشه و تا 1000 تا ساتوشی میتونم از طریق این بازی بگیرم که خودتون یه ضرب و تقسیم اگه انجام بدید میبینید که تقریبا حدود یه ساعت طول میکشه که تمام ساتوشی هایی که این بازی بهتون میده رو بگیرید. اینجا بچه ها میام توی گوگل پلی و میزنم که این بازی نصب بشه، سرعت ویدیو های منم بالا که وقت زیادی از همون نگیره. و بچه ها وقتی نصب شد از اینجا پلیش نکنید، برگردید دوباره توی خود بازی و از اونجا پلیش کنید. اینجا باید بیاین این قلبه رو از پایین بزنید، یه رفرش انجام بدید، اینجا بازی واسهتون میاد و از اینجا پلی ناو بزنید. و بچه ها بعضی موقع احتمال باگ خوردن توی این بخش هست، پس سعی کنید هر یکی دو دقیقه یه بار از بازی بیاین بیرون و دوباره بیاین از این بخش پلیش کنید. این نکاتی بود که میخواستم بهتون بگم که الکی وقتتون تلف نشه. بچه ها ویدیو رو کات میزنم، یه دو سه دقیقه این بازی رو بازی میکنم و بعد میام بهتون نشون میدم که چقدر امتیاز به من داده و برداشتم با هم دیگه میزنیم. خب بچه من حدود 2-3 دقیقه بازی کردم و همونطور که اینجا میبینید 48 تا ساتوشی به من داده و همونطور که میبینید مقدار جایزش هم کمتر شده، گفته 18 تا ساتوشی واسه 2 دقیقه بعدی بهتون میدیم که کاری نداریم. همونطور که میبینید بچه ها کامل کار میکنه و میتونید از این بخش ساتوشی بگیرید. الان همونطور که میبینید بچه ها تعداد ساتوشی های اکانت من به 67 رسید که اگه بخوام اینو برداشت بزنم باید بیام گیمر تگ کیفول زد بی دی مو اینجا وارد کنم که وارد برنامه زد بی دی میشم دوباره و اینجا ثبت میکنیم که لود بشه. اینجا بچه توی این صفحه اون سه تا خط سمت چپ بالا رو باید انتخاب کنید و اینجا روی گیمر تگتون بزنید که کپی بشه. بعدش بچه ها باید برین توی بازی دوباره و اونجا گیمر تگتون رو وارد کنید. و بچه ها
یه نکته‌ای که می‌خواستم در مورد این بخش بهتون بگم اینه که قبلش سعی کنید وی پی ان تون رو خاموش کنید قبل برداشت. اگه واسهتون ارور خورد و گفت گیمر تگتون معتبر نیست و اینا، برید وی پی ان تون رو خاموش کنید و بعد بیاین اینجا ردیمو بزنید. چون من چند بار انجام دادم این کارو و ارور خورد، رفتم وی پی ان رو خاموش کردم که تست کنم بدون وی پی ان، دیدم بدون وی پی ان اوکیه و برداشتم انجام میشه. الان با وی پی ان رفتم انجام شد روی بعضی از گوشی ها و اینا. حتما باید وی پی ان هاتون رو برین و خاموش کنید که برداشت رو بتونید بزنید. اگه با وی پی ان گیمر تگتون رو وارد کنید، میگه گیمر تگتون اشتباهی همچین اروری واسهتون میاره. این یکی دیگه از نکته‌ای بود که میخواستم در مورد برداشت بهتون بگم. همونطور که میبینید بچا تعداد ساتوشی های من الان صفر شد. اگه الان وارد کیپ فول زد بی دی بشم، یکم صبر کنیم، میبینید بچا ساتوشی ها واسه من واریز شد. 67 تا ساتوشی به تعداد ساتوشی هایی که من داشتم اضافه شد. شما میتونید ببینید توی بخش پلی تایمش کلی ساتوشی جمع کنید و اینجا داشته باشیدش. اینجا من جایزه دیلی کوست هم نگرفتم که یه نظر سنجی، همونطور که توی ویدیو زد بی دی بهتون گفتم، میتونید توی نظر سنجی من شرکت کنید و روزی 100 تا ساتوشی از این بخش بگیرید. که الان اگه یه رفرش بکنم میبینید که 100 تا ساتوشی نظر سنجی هم به من اضافه میشه. خب بچه ها نکات و ایناشو تقریبا بهتون گفتم. سعی کنید بچه با آی پی های متفاوت برید، بیشترتون وی تورهی دارید و ویندسکرایب و اینا، سعی کنید با کشورهای مختلف با آی پی های مختلف بیاین و بازی نصب کنید توی بخش پلی تایمش که آی پی تون رو بند نکنه. و همین دیگه بچه، وقتی هم ساتوشی جمع کردید حداقل به یه دلار رسید، میتونید با آمد پیام بدید که ازتون بخره. خودتون هم میتونید بیاین گیف کارت اپل برداشت بزنید و مستقیم گیف کارتتون رو با آمد بفروشید، که اگه عجله دارید و میخواین یه دلار بفروشید میتونید ساتوشیاتون بفروشید، حداقل برداشتش گیف کارت 2 دلاری اپل، اونم اگه برداشت بزنید آمد ازتون میخره. آموزش انتقال ساتوشی بین اکانتارم توی ویدیو بعدی بهتون میدم. یه ترفند خیلی خفنم بچه‌ها واسهتون دارم که خیلی سریع میتونید ساتوشی های بیشتری بگیرید. مال خود زد بی دیه این ترفندی که میخوام بهتون یاد بدم، که توی ویدیو بعدی کامل بهتون توضیحاتشو میدم. و چیز دیگه نیست که بخوام الان بهتون بگم. مشکلی سوالی داشتید توی بخش کامنت ها بپرسید، مطمئنن جواب میدم و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خب بچه، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اونو حتما حتما برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. در انتهای این ویدیو هم بچه، این دوتا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید یکی از این دوتا ویدیو رو ببینید، یا اگه این ویدیو هم دوست نداشتید یه سر به کانالم بزنید پر ویدیوهای باحالو به درد بخوره که حتما حتما میتونه کمکتون کنه. پس حتما یه سر به کانالم بزنید. تا درودی دیگر.